لازم میبینم که تشکر کنم از برگزار کنندگان این نشست و این گفتگو و امیدوارم که تکرار بشه، کشورهای دیگه هم تکرار کنن و هموطنان ما یکی از راههایی که میتونیم در حقیقت ایرانیان مقیم خارج میتونن نقش خوبی ایفا کنن در ارتباط با مسئولیت هاشون نسبت به جامعه بزرگ ایران، همین ایجاد فضا برای گفتگو و کمک گرفتن از دولت های مختلف برای انجام این کار و کمک گرفتن از دانشگاه های مختلف. آقای شاعر ایرانی، شاعر جوان ایرانی به نام آقای اتابکی میگه حرف همون طلا 30 سال از قصد احداث زرگری داریم. یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم کنیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر عمل کنیم. طلاسازی درست نکردیم، حرف طلا زدیم ولی واقعا درست نکردیم. یکی از زیباترین اتفاقهایی که باید بیفته که همکار عزیزم هم اینجا اشاره میکنن بحث نهادسازی که ما میتونیم انجام بدیم. از طریق نهادسازی هایی که به درستی ما میتونیم انجام بدیم، میتونیم سبب انتقال معرفتی بشیم به بین خودمون، ارتباط معرفتی و انتقال معرفتی به جامعه بزرگ ایران. نهاد فقط منحصر نکنیم به نهادهایی که در دنیای مدیا کار میکنه و فقط منحصر نشیم به موضوعات حقوق بشر که اگرچه اونها هم اهمیت داره. نهادهایی مثل انجمن فلسفی اگورا که استاد بزرگ آقای دکتر جان بگلو اداره میکنن و تأسیس کردن در دانشگاه تورنتو و بسیار نهاد ارزشمندی است که کارهای فکری فلسفی، کارهای اندیشه‌ای میکنن. نمونه اینها و نمونه های دیگه، تینک تنک هایی که توش حضور داریم یا میتونیم ارتباط داریم، بحث خود بردن همین تینک تنک ها به داخل ایران احیانا یا تلاش برای اینکه بتونیم نمونه اینها هم در ایران یک پلی باشیم بین اون دنیای آکادمیک و دنیای پرکتیکال، نه زیاد به حالت شعار زده دست برداریم. یعنی ما بسیار شعار زده هستیم توی رفتارمون، هم جامعه درونی ایران متاسفانه هم جامعه بیرونی. و وقتی که ما بیرون از ایران میان، بعضی وقتا بعضی از ماها گاهی یه چیزایی رو فراموش میکنیم، اما خیلی همون فراموش نمیکنیم. یکی از مهمترین کارهایی که میکنیم اول که خودمون در کنار همدیگه رو با همدیگه مدارا داشته باشیم، مدارای درونی بین جامعه ایرانی بیرون از ایران بهترین پیام رو میتونه بده به جامعه داخل ایران که ما به یک دستاوردهایی رسیدیم و این دستاوردها رو به شما هم داریم نشون میدیم و به شما میگیم که ما چی رو دنبال میکنیم. و بخش های مختلف دیگه، تبادل فرهنگی که داره اتفاق میفته، اینو باید توجه داشته باشیم و پرهیز داشته باشیم از ناسیونالیسم فرهنگی که ما بعضن یا بیشتر از بعضن دچارش هستیم. اینجا میام از کورش حرف میزنیم، اینجا میام از پادشاهان بزرگ حرف میزنیم، اینجا میام از زنان بزرگ تاریخ کهن ایران حرف میزنیم، ولی خودمون چی کار میکنیم؟ خودمون کجا قرار داریم؟ جایگاه خودمون دقیقا کجا هست؟ چقدر دستگیری میکنیم همدیگه را؟ چقدر نیروهای جدیدی که دارن میان بیرون دستگیری میکنیم اونا را؟ چقدر به فکرشون هستیم؟ چقدر کمک کردیم بهشون؟ چقدر کمک میکنیم بهشون؟ همینجوری که بازم همکار خوبم اشاره میکنه، اون در حوزه های مختلفی که تخصص داریم باید کار آموزشی رو انجام بدیم و انتقال چیزای خوب. اصلا به این معنی نیست که چیزایی که در درون ایران هست بد هست، به هیچ وجه، به این دلیل که ما ارتباط خوبی بتونیم ایجاد کنیم. و یه مطلب دیگه من لازم میبینم اضافه کنم و اون این که مهاجرت میکنیم به هیچ وجه چیز بدی نیست و اگرچه مجبوریم بعضیامون باشیم، اما در این حال باید اینو به عنوان امروزی حق بدونیم. فقط ما ایرانی‌ها نیستیم، این یه حقی که هر کسی حق داره محل سکونتشو انتخاب کنه که از بنیادهای حقوق بشره، اینو بپذیریم. اگرچه خب نقش‌های دیگه هم ما داشتیم، ما انجمن‌های حقوق بشرمون بسیاری از مسائل گره‌های تاریخی درست کردن و باز کردن برای اونهایی که مشکلات برای جامعه ایران درست کردن، گره با ایجاد کردن که باید در آینده جواب بدن و بعضی موضوعات هم باز کردن که من به جزئیات اشاره نمی کنم برای اینکه وقت زیاد گرفته بشه، حتما متوجه میشی که منظور من چیه. بنابراین این بسیار کارهای مهمی هست که صورت گرفته و باید با صورت بگیره و بی تفاوت نبودن در مقابل این. و کلام آخرم این که تبادل ایده ها، رد و بدل ایده ها بین جامعه ایران
جامعه ایرانی بیرون از ایران و جامعه ایرانی داخل ایران و نه جامعه ایرانی داخل ایران حق داره که ماها که خارج نشین هستیم بهمون حرفای نادرست بزنه و نه ما حق داریم جامعه داخل ایران رو کوچک بشماریم. وقتی که صحبت از فرهنگ و وقتی صحبت از ارزش‌های اسلامی و وقتی صحبت از حقوق میشه و وقتی که همینجوری که کاوه اشاره کرد وقتی این میشه که باید حداقل‌هایی را در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر رعایت کرد، اینجا به تعبیری که در درون ایران هم حقوق‌دان‌ها ازش دفاع میکنن، مهمترین اتفاقی که باید بیفته این که ارزش‌های مذهبی و از ارزش‌های حقوقی باید بازشناسایی بشن از هم دیگه. این اتفاق بدی که در درون ایران افتاده اینه، کسی که مذهبی است نباید دغدغه مذهب، دغدغه و نگرانی سرکوب مذهبی دیگران و خودش داشته باشه، هر مذهبی میخواد داشته باشه، و اون کسی به همین دلیل به هیچ عنوان قانونگذاری نمیتونه به سمتی بره که حد اقلهای آزادی های مشروع بر اساس استانداردهای جهانی نشناسه. کما این که فکر میکنن دستشون در رفته توی قسمت آخر اصل نوع قانون اساسی ایران هم پیش بینی شده، میگه مجلس ایران نمیتونه قوانینی تصویب کنه که حقوق و آزادی های مشروع رو نادیده بگیره. اونجایی هست که در سطر اصل نوع قانون اساسی از آزادی داره صحبت میکنه و اونجا اتفاقا رفرنس نداده به اسلام، این اصل رفرنس هم نداده، ولی حالا متاسفیم که اجرا نمیشه. اما به هیچ عنوان به این ترتیبی که من میفهمم و سالها از پرونده های متعدد سنگسار، کودکان، اعدام سیاسی دفاع کردم در دوره ایران و خیلی وقت هم نیست اینجا دارم زندگی میکنم، من میفهمم که همه اونها رو میشه حفظ کرد، فرهنگ ایران رو میشه حفظ کرد و استانداردهای جهانی حقوق بشر هم میشه حفظ کرد و اجراش کرد و جامعه ایران نیاز نداره برای حد اقلهای استانداردهای جهانی حقوق بشر منتظر باشه استپ به استپ بره جلو. جامعه ایران دقیقا اینو میپذیره، کما اینکه قبل از انقلاب همینجور که خانم کار به خوبی اشاره کردن بخش از قوانین میرفت بیسن، ما میزان اعدام هامون، میزان بحث اعدام حتی در قتل به حد اقلهای ممکن در سال آخر رژیم گذشته رسیده بود و خیلی ها حبس درجه بندی های خوبی شده بود در ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق ایران، ولی اتفاق بدی که افتاده دقیقاً ارزش های میکس شدن خیلی ناجور ارزش های مذهبی و ارزش های حقوقی هست و نوعی اسلام سازی که حاکمیت داره فالو میکنه و میخواد بر اساس اون تمامی مقررات رو بر اساسی که خودش میفهمه، در این حال در این حالی که میشه ما اعدام نداشته باشیم و هیچ کس هم اعتراض نکنه. اگر که چنین باشه ما باید به راحتی قطره ناموسی رو بیم مجوز بدیم، چون توی خوزستان ممکنه اشاعر خوزستانی علاقمند باشن اجرا کنن، بی خود علاقه دارن که اجرا کنن این موضوع رو، اجازه ندارن این کار رو انجام بدن. یه عده‌ای که در بندرلینگ زندگی میکنن علاقه دارن دخترانش رو ختنه کنن، اجازه ندارن این کار انجام بدن، چون فرهنگ روستایی بندرلینگ اجازه میده این کار انجام میدیم، ما با اجازه بدیم که این کار اتفاق بیفته؟ نه به هیچ وجه. این هر جا که خورده فرهنگ های نادرستی وجود داره و با استاندارد های بیسی که بین المللی حقوق بشر در تضاد هست، حاکمیت هم موظف اونها رو دنبال بکنه و موظف در قانون گذاری ها اعمال بکنه. اجازه نه به هیچ عنوان اجازه نداره این موضوع رو دنبال بکنه. متشکرم.